بله بفرمایید. سلام آقای شهبازی. بله سلام، خواهش میکنم. من صدای این برنامه رو کم بکنم یه لحظه. خواهش میکنم. من زینب هستم، 42 ساله از کرج. بله خانم زینب بفرمایید. خیلی دلم براتون تنگ شده بود آقای شهبازی. چند ماهی 7-8 ماهی هستش که باهاتون صحبت نکرده بودم. میخواستم یکم از پیشرفتای خودم بگم. بله بله. از اتفاقاتی که بالا مت افتاده تو این چند وقت. من تایمم هم نگه دارم آقای شهبازی. من یه موضوعی رو شما همیشه میگفتید که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفته، اتفاقا بله، برای بیدار کردن ما میفته. من این جمله رو خیلی میشنیدم از شما، از آقای پویا، ولی درک نمی کردم. گفتم که خب بیدار کردن یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ تا اینکه آقای شهبازی، من توی زندگیم یه سری اتفاقات افتاد. من یه جابجایی خونه داشتم، اومدم توی محله یه خونه ای اجاره کردم، چون تنها زندگی میکنم به لطف برنامه شما. رو پای خودم هستم، کار میکنم، درس میخونم، تنهایی زندگی میکنم، مسئولیت زندگیمو قبول کردم، خیلی پیشرفت ها کردم. آفرین. تا اینکه اومدم توی این خونه و دیدم که توی این محل، خب این محلی که اومدم یه مقدار یک محله نسبتاً خب پایین شهر هستش، یکم وضعیت مردم به لحاظ مالی، خب مردم تو مضیقه هستن و شرایط سخت هست اینجا. آقای شهبازی، من این خونه که اومدم دیدم چقدر این خونه یا محیط یا محله داره به من فشار میاره. چرا یک حالت تنگی، یک حالت خفقان، چرا حالم بده؟ همش احساس میکردم که خب این حال بد بودن من بابت چیه؟ چرا حال من خرابه؟ تا اینکه آقای شهبازی، من یک اتفاقی افتاد. دیدم که این خونه داره یک خاطراتی رو از کودکی من زنده میکنه. یعنی این اتفاقی که افتاده، این محله‌ای که من اومدم، این خونه‌ای که اومدم الان نشستم، انگار خداوند این شرایط رو برای من ایجاد کرده که درون من رو نشونم بده که یک سری چیزها در درون من هست، یک سری خشمها از کودکیم. شاید بین، بتونم بگم آقای شهبازی، بین 5 تا 10 سالگی من یه سری اتفاقات افتاده که من از اون اتفاقات خشم دارم، کینه دارم، ناراحتی دارم و این خونه و این محیط و این محله همه اینها رو داره به یاد من میاره. اول پذیرش این موضوع خب خیلی برام سخت بود، خیلی اصلا نمیتونستم قبول بکنم این شرایط رو، ولی یواش یواش شروع کردم به خودم که خب چیه اینجا داره منو اذیت میکنه، چیه آدماش، چیه محیطش، چیه خونش ناراحتم میکنه. و آقای شهبازی، واقعا انگار که یک لحظه احساس کردم که اینجا درون منه، ناراحتی های منه، غم های منه، کینه های منه. و من شروع کردم آقای شهبازی رو اونا کار کردن. آفرین. یعنی بخشیدن گذشته، دیگه به کودکی نرفتن، از بین بردن خشم ها بعد کاری هم نمی کردم آقای شهبازی، فقط اینکه متوجه می شدم، متوجه می شدم این اتفاق، این حادثه چیه درون منو داره زنده می کنه، درونم چی هست، چه چیزهایی از کودکی در درون من انباشته شده. و خیلی عجیب بود برام آقای شهبازی، وقتی که اینها رو دیدم و متوجه شدم، تمام ناراحتیام انگار از بین رفت و یواش یواش شروع کردم محیط رو پذیرفتن، آدم ها رو پذیرفتن و اون ناراحتی ها از درون من انگار رفت و کمرنگ شد. کاملا از بین نرفت ولی خیلی کمرنگ شد و من حس آرامش به هم اومد. بعد دیگه شروع کردم اینجا رو درست کردن، وسایل قشنگ برای اینجا گرفتن و با آدم ها خیلی مهربون تر شدن، پذیرفتن. خیلی خیلی برام عجیب بود که اتفاقات برای بیدار کردن ما، بیدار شدن به درونمون، بیدار شدن به خشم درون، بیدار شدن به کینه ها، بیدار شدن به گذشته رفتن، اتفاقات برای این بود، برای این بود که من درونم رو ببینم. خیلی عجیب بود آقای شهبازی. الان خب من 6 ماهی هست اینجا اومدم و میتونم بگم الان 1 ماه کاملا آروم شدم و دیگه اینجا رو خیلی دوست دارم. شاید
چند ماهی طول کشید تا درونم رو کامل ببینم، کودکیم رو ببینم، اتفاقاتی که در کودکیم و بعد جالب آقای شهبازی، من در کودکی نالا نمیدونم این رو چجوری بگم، من در کودکی به یک محله میرفتم که محله خوبی نبود، یعنی یک جایی بود که میتونیم بگیم روسپی خونه بود و من به اونجا رفت آمد داشتم در کودکی، شاید در بین سن 5 تا 10 سالگی، حالا به خاطر شرایطی که پیش اومده بود، و این موضوع خیلی من رو اذیت میکرد، همیشه احساس عذاب وجدان، احساس ناراحتی، احساس کثیفی، احساس نفرت، احساس خشم، احساس سوء استفاده از یک کودک و همه اینها در درون من یک خشم خیلی بزرگی بود. وقتی که من به این محله اومدم و اینجا ساکن شدم و همش این چرایی بزرگ که چرا من اینجا ساکن شدم، به خودم گفتم که ببین اگر توی کودکیت در اینجا خیلی اذیت شدی، الان شروع کن ببین میتونی الان اینجا رو تبدیل به یک جای قشنگ بکنی. انگار من داشتم درونم رو میساختم آقای شهبازی. گفتم تو در این محل بمون، در این مکان بمون و این مکان رو زیبا کن، و احساس کردم که میخوام درون خودم رو زیبا کنم و شروع کردم اینجا، خب معلم زبان هستم، شروع کردم به بچه های اینجا همون سنی که خودم اینجا رفت آمد می کردم، با بچه های همون سن دوست شدم و اینها به منزل من اومدن و من شروع کردم با اینها زبان کار کردن، به اینها درس دادم و یک ارتباط عمیق بین من و بچه های محله ایجاد شده و الان دارم میبینم که من یک جورای کودکی خودم رو دارم آباد میکنم، درون خودم رو دارم آباد میکنم، همین محل داره آباد میشه، هم درون قلب خودم داره آباد میشه. آقای شهبازی آفرین، من خیلی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. آقای شهبازی فقط یه نکته بگم، شما یه توضیحی بدید راجع به اینکه من میدونم یه اتفاق دیگه داره برام میفته و اینکه خداوند داره هم هویت شدن با جسم خودم رو حالا داره بهم نشون میده. من به لحاظ جسمی الان خیلی دچار مشکل شدم، ستون فقراتم یه دیسکای خیلی شدیدی زده بیرون، میدونم که چالش بعدیم هست، بعد با اون مواجه شم و میدونم که شما توی برنامه گفتید که کمرتون عمل کردید و یه چالش بزرگی براتون بوده، میشه من بعد کنم شما یکم راجع به این هم‌هویت شدن با جسم رو یه ذره توضیح بدید که من یه ذره آروم بشم دیگه، بعد وقت شما رو نگیرم آقای شهبازی. والا هم‌هویت شده که با جسم، حالا شما باشین یه دقیقه. بله هم‌هویت شده که با جسم، با مسائلی که برای جسم پیش میاد و علاج اونها یه خود فرق داره، میدونین؟ مثلا هر کسی حتما باید ورزش کنه، این ورزش بسته به سن، مخصوصا سن وقتی میره بالا باید نرمش و با حرکات، حالا بعضی موقع میگیم یوگا و اینا، نه که واقعا یوگا، و به هر حال شما باید بتونید مثلا نرمش های کششی یاد بگیرین که این ستون و فقرات رو مثل یه چیز پلاستیکی میمونه، اینا رو البته همه شما میدونید باید بکشین. شما عضلات پا در اثر استرس میدونین اینا عضلات خیلی قوی هستند و جمع میشن، وقتی جمع میشن اصلا تمام پشت و اینا جمع میکنن، شما باید هر روز اینا رو بکشید، در این حال که شعر میخونید و بدنتون ریلکس میشه و روحتون آرام میشه، بدنتون هم بکشید و نرمش های زیادی هست. حتی این روزا خوشبختانه مثلا تو اینستاگرام اینا برید، اینستاگرام، فیسبوک، اینا رو حتی به صورت برنامه های مجانی مردم دارن نشون میدن که این کارا رو بکنید، یعنی به صورتی که با جسمتون آسیب نزنید باید خودتون رو به اصطلاح بکشید، نرم نگه دارید. وقتی کسایی که سنشون بالاست شاید تصمیم بگیرن دیگه با وزنه و اینا که سفت میکنه کار نکنند، چیز سنگین بر ندارن، فقط در
نرمش بدن بکوشن. همونطور که وقتی سنمون میره بالا ما انعطافمون کم میشه، باید در نرمش روحمون به انعطاف پذیریمون بکوشیم. به همون نسبت هم باید در انعطاف پذیری و کشیدن، با در انگلیسی میگیم استرچینگ، به اصطلاح استرچینگ یعنی کشیدن. و خلاصه مثلا حرکاتی، همون حرکاتی که مسلمانان در نماز دارند، روی زانو میشینند، توجه کنید، یا مثلا دستو میذارن زمین بلند میشن، وقتی بلند میشن در سجده و اینا به عضلات شکم کمک میکنه و نشستن روی زانو، زانو رو میکشه و بسیار بسیار میتونه مفید باشه برای کمردرد. وقتی عضلات ران کشیده بشه و عضلات اون چی میگن پشت ساق پا کشیده بشه و شما میتونید با دست اینها رو نرم کنید، یعنی فشار خودتون رو ماساژ بدین، کف پاتون رو ماساژ بدین، رونتون رو ماساژ بدین و نماز هم کسی نمیکنه، عین نماز میتونه روی زانو بشینه، بلند شه، همینطوری مثلا 100 بار دستو بذاری زمین، بلند شی، وقتی بلند میشی دستا رو ببری بالا، روی زانو میشینی، بعد حرکات اینطوری بکنی، اینا همه کمک میکنن بالا تنتون و همینطور کمرتون، عضلات شکمتون قوی بشه. مهمه عضلات پشت و عضلات شکم. به نظرم قطع شدن اینا رو من نباید بگم، شما بهتر از من میدونید، ولی خب بعضیا خب شاید اطلاع ندارند که یکی دو تا چیز نرمشی رو در اینستاگرام بیارین، یک پشت سر هم میاد و اون چیزی که برای شما خطرناک نیست. عرض میکنم شما شاید ندونین که چقدر این روی زانو، همون حال دیگه، حالت نماز رو میدونین. من نمیگم نماز بخونید ها، شما دارین نماز رو تبلیغ میکنید، من میگم اون طور نشستن و دستو میذاری زمین بلند میشی، همین حالت های سجده و اینا، دست کمک میکنه که به کمر فشار نیاد و شما همون کار رو که همین کار سجده و اینا رو نمازم نمیخونین، روزی 200 مرتبه بکنید. دستو بذارین زمین، بلند شین، حتی میتونید بلند شین روی، در حالی که روی زانو نشستیم، بلند شین. در این صورت خواهید دید که عضلات شکم و عضلات ران پا بهشون فشار میاد، هم نرم میشن هم قوی میشن. مهمه برای هم آقایون یا خانم ها، چون بدن در اثر استرس منقبض میشه و منقبض شکننده میشه. وقتی سن میره بالا، سن بالا آدم 60 ساله با آدم 15 ساله فرق داره. آدم 15 ساله مثل یه توپی که میزنه به دیوار، میجهه میاد عقب، انعطاف داره. در مسائل روحی هم همینطوره. ولی آدم 70 ساله مثل آجر میمونه، میزنه دیوار تلپ میفته پایین، برای اینکه اون انعطاف پذیر رو نداره. ولی شما میتونید با خوندن شعرهای مولانا و با نرمش فقط روی بدن رو نرم نگه دارید. نمیگم 15 ساله میشیم، ولی به هر حال مثل آجر هم نمیشیم. بله، ببخشید وقتتون رو گرفتم. بفرمایید. الو. بله سلام، بفرمایید. سلام آقای شهبازی. سلام، شب شما بخیر باشه، وقتتون بخیر. حالا اینجا شب، اونجا میدونم شبم نیستش. من فکر نمی‌کردم وصل بشه آقای شهبازی، ببخشید که می پرسیدم. بخندی. شما که میگیرین هم به همه عرض میکنم، ممکنه بگیره دیگه، شما اون بله بالاخره بله. داشتید در مورد حرکات ورزشی صحبت میکردید، داشتم دقت میکردم به صحبتاتون آقای شهبازی. من مهتاب هستم، از مشهد باهاتون تماس میگیرم. بله. این اولین باری هم هستش که موفق شدم تماسم برقرار شده با برنامه. و چندین بار تلاش کردم و متنی آماده کرده بودم که بخونم، ولی خب الان حالا همینطوری وحش شد. یه سری صحبت و تشکر و قانون جبران و برای بیشتر برای رعایت قانون جبران خواهش میکنم. آقای شهبازی، من 5 ساله که با برنامه تون آشنا شدم و خیلی هم
این برنامه برای من کار کرده توی زندگیم و وظیفه خودم دونستم که تماس بگیرم و بابت این زحمتی که شما میکشید و همه دوستان تشکر بکنم. الو؟ بله بله داریم گوش میدیم. بله ببخشید فکر کردم صدام قطع شده. میخواستم بگم که بسیار زیاد من آموختم از برنامه شما و برای حل مشکلات زندگی شخصی خودم خیلی تلاش میکردم. یعنی همطور که همه دوستان میگن از درد شروع میشه و از مشکلات شروع میشه آشنایی همه ما، یعنی اینکه روی خودمون تصمیم بگیریم جدی کار بکنیم. و خدا رو شکر که من از همون ابتدا، یعنی همون 5 سال پیش که به خاطر یک سری مشکلات که تو زندگیم به وجود اومد برنامه شما رو به صورت تصادفی پیدا کردم، سعی کردم دیگه رهاش نکنم، هرچند که توی مسیر یه سری خب بالاخره گشایش های اتفاق میفته، یه سری موفقیت های نسبی به دست میاد و آدم فاصله میگیره و دچار هم آسیب هایی میشه که بارها گفتید توی برنامه. من هم شدم بسیار زیاد، ولی سعی کردم همونطوری آهسته و پیوسته با برنامه پیش برم و کم کم اون نکاتی رو که میگید مثل تکرار ابیات و تمرکز روی خود رو نگه دارم و اون احساس رهایی بیشتری رو تجربه میکنه آدم، که دیگه اصلا خیلی برای حل شدن مسائل زندگیش هم دیگه مهم نیست. یعنی اونقدر احساس خوب، احساس آرامش و اون احساس رهایی ارزشمنده، دیگه تو یادت میره که به خاطر چی اصلا آشنا شدی، به خاطر چی وارد مسیر شدی، و این خودش بسیار اثر بخشه. یعنی من کلی کتاب خونده بودم قبلش، کلی مشاوره و همه جور کارهایی که آدم روی خودش کار میکنم امتحان کرده بودم، اما این برنامه و طوری که شما به ابیات نگاه میکنید، طوری که شما نقطه نگاه من و نقطه نظر من رو تغییر دادید، حتی به قرآن و نماز و همه چیز، هیچ جا اینو من به دست نیاوردم. یعنی اینو وظیفه خودم تونستم که اینو بگم به شما و هر کسی که اینو میشنوه، من هیچ کجا واقعا اینو به دست نیاوردم، این نگاهی که جواب میده واقعا. این صحبت های شما رو واقعا باید جدی گرفت، کار میکنه حتی روی بعد مادی زندگی ما بسیار کار میکنه. اگر من ذهنی ما اونو مال خودش نکنه میتونه ادامه دار بشه. یعنی بعد از هر شکستی خوشحالم که یه شاهکیله تدرقه دارم پیش خودم، حتی اگه میخورم زمین، حتی اگه به بنبست میرسم گاهی به خاطر اینکه نمیفهمم چه جوری دوباره میرم تو ذهن، یعنی همیشه خیالم راحته که یه شاهکیله دستمه آفره. که انشالله میتونم تا آخر عمر ازش استفاده کنم. خیلی ازتون ممنونم. عالی. گفتین از کجا زنگ میزنین؟ از مشهد. از مشهد زنگ میزنین. آفرین. بله. عالی. صحبت دیگه ندارین دیگه؟ نه استاد. خیلی ممنونم ازتون. خیلی تشکر دارم از شما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خداحافظی میکنم باتون. خدا نگهدار. ممنون. بفرمایید. الو سلام جان شهبازی. سلام علیکم. روزتون بخیر باشه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. از دارستان مزاحم میشم. بله خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم با اجازتون. استاد شماره ابیات رو اگه اجازه بدین نخونم. بله. تا خیلی وقتی نشو بیشتر. آره مشکلی نیست؟ نه خیر. یه کمی بلندتر صحبت کنید. خواهش میکنم. چشم. بحر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. قسمت خود بریدم من ز جهل، قسمت خود را فضایت مرد اهل. بیز تقلیدی نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. یا مگر بنده خدا یا جذب حق، بارهش آرد بگرداند ورق. از هزاران یک کسی خوشمنظر است، که بداند کو به صندوق اندر است. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. آفرین. دوزخ است
آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است. گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. شر بهر دفع شر رایی زند، دیو را در شیشه حجت کند. زن مزد کار می نرسد مر تو را، که تو پیوسته نیستی تو در این کار گهگهی. چرا قصد این دل بیدار به زیر دامنش می دار. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکر چیزی مخوا. برخار پشت هر بلا، خود را مزن تو هم ملا. ساکن نشین وین ورد خان، جا القضا زاق الفضا. این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. می دهند افیون به مرد زخمند، تا که پیتان از تنش بیرون کنند. بیت و غزل بوی او، بوی بود قسمان که محرم دیدار نیست. گفت این قم تا قیامت می کشی؟ می کشم ای دوست، آری می کشم. مرغ اندر دام دانه کی خورد؟ صبر و خاموشی جذوب رحمت است. عاشق سخت رو باشد، نبی مورا نشد. هله دیدار مهل، در مگذین فکر و خیال. از ایام سر مکشان، در پی آثار مرو. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، جاهدوفینا بگفتان شهریار. جاهدوفینا آیه تکت آیه 69 سوره عنکبوته. جاهدوفینا، بله جاهدوفینا، بله، که میزنن که در ما جهد کنیم. بله، از بیرون از ما نه، بیرون بله. همیشه ذهن، در درون ما، در این فضای گشوده شده جهد کنید. جاهدو بله. هست، بله بله بله، عالی عالی. جهد فرعونی چو بفرمایید. بله. جاهدو فینا بگفتن شهریار. بله بله. تا کنیم بر قیل را حبرستنی، جاهدو فینا بگفتن شهریار. اینا اینطوری که میکنید بهم پشت سر هم نیستن ها، چجوری این دوتا رو بهم خودتون وصل میکنید؟ نه آره آره، اینا رو استاد خب دیگه از این بیت به بعد از این هل هل عبیات اینجا به بعد دیگه مولانا داره میگه فقط فضا رو با فقط در ما جاهد و فینا. میدونم، ولی بیت‌ها رو جوری که میخونید یعنی مثلا یه نصفه اینو وصل میکنید به نصفه اون یکی، اینا رو عمدن میکنید یا اشتباه میکنید؟ نه اینا رو عمدن خودم عمدن میکنید. خیلی خوب، حالا به صورت آره. شعر نخونید، همینطوری مثلا پشت سر هم بخونید، به صورت شعر نباشه، مردم فکر کنن اینا یه بیت مثلا. صبر خاموشی جذوب، شما میگین جبر نه نه اب نداره، فقط یه ذره فاصله بندازیم بینشون که مردم فکر نکنن این یه بیته. صبر خاموشی جذوب رحمت است. خب این تمام شد. جاهد و فینا بگفتان شهریار. خب اینم یکی، حالا نصفشو میگین. باشه، اینا خلاصه مردم بدونن اینا پشت سر هم نیستن. جهد فینا تو ابیاتیک الان 5-6 بیت میخونم. جهد فینا قسمت دوم هر بیت با قسمت اولش، یعنی نیم بیت دوم که جهد فینا با نیم بیت اول فرق میکنه و شماره من نیم بیت اول رو میخونم. باشه باشه. نیم بیت خود جهد فینا از دفتر ششم بیت 2358. خب حالا دیگه اون نیم بیت اولشو که جدا از این بیت جاهد و فینا، خودش این بیتشه که جاهد و فینا بگفت آن شهری جاهد و انا نگفت ای بی قرار. ای بی قرار آفرین. حالا من میخونم پس شماره بیت نیم بیت اولو. بله بله بفرمایید. چیز نکنید، اگه بیتو کامل دارین صرف جویی نکنید. بیتو کامل کامل ندارم، فقط این قسمت شناسایی رو. خیلی خوب بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. پس
جهد فرعونی چو بی توفیق بود جاهد و سینا بگفت آن شهریار. حیث به چهل دفتر سوم و 23 58 دفتر ششم. تا کنی مرقی را هر وستن جاهد و سینا بگفت آن شهریار. 31 96 دفتر پنجم. ز ناسپاسی ما بسته از روزن دل جاهد و سینا بگفت آن شهریار. غزل 914. کم کنی پروان مسیان و شکی جاهد و سینا بگفت آن شهریار. 28 79 دفتر سوم. من سلیمان می نخواهم ملکتان جاهد و سینا بگفتن شهریار. 649 دفتر 4. از سخنگوی مجوید ارتفاع جاهد و سینا بگفتن شهریار. 316 دفتر 4. طالبی کی مطلب جوید تو را جاهد و سینا بگفتن شهریار. 41-43 دفتر 5. مکر شیطان از تجلیل و شتاب جاهد و سینا بگفتن شهریار. 25-70 دفتر 5. تا تو دیوی تیخ او برنده جاهد و سینا بگفتن شهریار. 31-84 دفتر 5. از اینجا به بعد از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. 1900 دفتر 4. چون راه رفتنیست توقف حلاکت است. غزل 201. و فرمودین هر روز و برای همیشه نهایت کار اون روز رو گذاشتن واجبه، برای همیشه و در عدد بنان آخرین جملتون که می فرمایین ترهیب یه چیز واجبه و لحظه به لحظه است. اصاب ببخشید تمام شد. این جمله قبلتون چی بود گفتیم واجبه؟ این نه اون یکی قبل ما قبل هر روز اون جمله هر روز برای همیشه. بله بله. آره این فرمودین هر روز و برای همیشه نهایت کار اون روز رو گذاشتن واجبه. خیلی خوب. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که استاد فرقی نمیکنه مثلا چقدر پیشرفت کرده باشه، باید همیشه مثل روز اول نهایت کارو بذاری. کافی یه خورده که کمتر کارو بذاری. حتی از سر توانو بذاری، حتی از سر جهتو بکنی. هر قدر ای دل که توانی بکوش. بله آره آره. خیلی خوب، عالی عالی جانم. خواهش میکنم. چون مثلا سوال بوده برای خودم که این هوشیاری که ما هستیم، یکی از سوالاتی که داشتم این بوده که آیا یه روزی میاد که مثلا نخواد که این همه از صبح تا شب رو خودت کار کنی، یعنی هوشیاری دیگه نیاز نباشه؟ و ولی بارها شما فرمودید که فرق نمی کنه، همیشه و هر روز و هر لحظه این یه چیز پویاست. اینطوری خودش بیاد وایس و دیگه تمام دیگه کار نکنیم رو خودمون. بله خواهش میکنم. پس از یه مدتی فضا باز میشه. این مولانا میگه که در نظر رو در نظر رو در نظر. شما دیگه وقتی به نظر رفتیم با هوشیاری نظر میبینید، فقط فضا گشا میشین، بقیه کارها رو خود زندگی انجام میده. این چی میگه؟ پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو. در عملم همینه. پس میگه دلبر بردبار من آمده بردبار من، یعنی دلبر بردبار من که خود زندگی است، بار ما رو میبره، راه حل به شما نشون میده، در عمل به صورت خرد زندگی میریزه به عملتون، به صورت شادی زندگی میریزه به عملتون. نیرویی که از اون ور میاد سبب قدرت میشه، شما خسته نمیشید. توجه میکنین؟ این است که اینطوری نیست که شما روی خودتون کار میکنید. پس از یه مدتی همانیدگی نمیمونه دیگه. توجه میکنین؟ اگر همانیدگی و درد نمونه، شما در
کار خودتون روزمره خرابکاری نمی کنید. خداوند در زندگی ما خرابکاری نمی کنه. ما خرابکاری می کنیم. ما هم به تدریج یاد می گیریم که این سبب سازی ذهنی ما، منیت ما، ناموس ما، دردهای گذشته ما دارن خرابکاری می کنند. داشتیم همین رو می گفتیم. شما اگر ناظر باشید و شاهد باشید، ما عالم بعد از فضای گشوده شده شما ناظر می شین. ناظر مثل آینه هم هست. شما کار زیادی نمی کنید، همینطور نگاه می کنید، خود زندگی کار انجام می دید. معنی نیست که شما دست پایتون کار نمی کنه، عمل نمی کنید و اینا، نه. این ولی همه کارها، همه ایده ها، همه توانایی ها از اون ور میاد. و ایشون قطع شدن. بله، پس از یه مدتی ناظر بشید که به زودی میشین. اگر رو خودتون کار کنید خواهید دید که چقدر شما قبلا به خودتون صدمه میزدید و الان نمیزنید، چقدر شما بیهوده رفتین از گذشته یه چیزی رو آوردین با همسرتون مطرح کردین، دعوا کردین و یه مسئله بزرگتری به وجود اومد، لازم نبوده. یواش یواش صحبت آقای صادق هم ما میفهمیم که ایشون میگه مفتی ضرورت شما هستید. آیا ضرورت داره من برم یه چیزی رو که 10 سال پیش، 2 سال پیش، دیروز اتفاق افتاده بیارم الان با همسرم بگم که شما این کارو کردید، من رنجیدم؟ نه، ضرورت نداره. ضرورت نداره. من و همسرم یه کاری کردیم و ازش چیزی یاد گرفتیم و گذاشتیم کنار. این برای یادگیری بوده، بیداری بوده، نه برای نشخوار این درد در آینده. پس من این درد رو به طور کلی بندازم و میاندازم. در نتیجه یواش یواش مرکز من خالی میشه. مرکز من خالی بشه اگر بر حسب چیزها، یعنی غرضها و دردها نبینم، من به خودم و دیگران لطمه نمیزنم، صدمه نمیزنم، صدمه جدید نمیزنم و یواش یواش ناظر خودم باشم. همینطور خانم میگفتن ضررهای گذشته رو هم جبران میکنم. من متوجه میشم به بدنم صدمه میزدم، هر دفعه که منقبض میشم این بدن زیر فشار قرار میگیره. چرا منقبض میشدم؟ برای گیر میدادم یه چیزی که لازم نیست. من اینو تشخیص دادم الان دیگه این کارو نمیکنم. من برای چی در خانم با همسرم با بچه‌ام یه دعوای بیخودی را بندازم که میخوام اونو عوض کنم؟ توجه کنی خوب، من ذهنی که میایم بالا، همه من ذهنی داریم، دو تا چیز خرابکارانه رو یاد میگیره که بعدا ما اینا رو عوض میکنیم با نظر. یکی این که تقصیر توست، دوم تو باید خودت عوض کنی. تقصیر توست، تو باید خودت عوض کنی. و تقصیر توست مبنای جبر، یعنی تو میکنی، من نیستم. چی میگه اینو؟ من ذهنی و ناموس من، پندار کمال من، میدانم من، جزو ذات من ذهنیه. دردهای من تقصیر توست، تو باید خودت عوض کنی. این شعار من ذهنیه. این عوض میشه. به چی؟ من ذهنی با سبب سازی این کارو میکنه. یه چیز سیستم سبب سازی و علت معلول در ذهنش درست شده. تقصیر توست، خودت عوض کن. تقصیر توست، خودت عوض کن. شما نگاه کنید، این همه یه نفر انتقاد میکنه، عیب دیگرانو میگیره و در خودش نمیبینه. تقصیر توست، تو این عیب ها رو داری، باید خودت عوض کنی. این عوض میشه بعدن. یواش یواش شعر مولانا رو میخونید. میخواستم خواهش کنم اون شعرها رو بفرستن، قطع شدن. حالا شعر مولانا رو میخونی عوض میشه. اولی عوض میشه تقصیر منه، دومی من خودم باید عوض کنم. تقصیر منه، من باید خودم عوض کنم. تقصیر منه. توجه بدید،
یعنی اصلا زمین تا آسمان فرق میکنه. این یکی میره به جهنم، این یکی میره به بهشت. درست مثل که یه نفر مسیرش عوض میکنه. تقصیر منه، من زن خونه هستم، مرد خونه هستم، مسئله پیش اومده، من باید خودم رو درست کنم. نه تقصیر توست، وارد محیط جبر نمیشم. دومی تقصیر منه، من باید خودم عوض کنم. با سن و طرب و کوثر زندگی درست میشه، من آفریدگار میشم. این سبب میشه آینده من مثل گذشته نشه، زندگی ما عوض میشه، همه چی ما عوض میشه. وقتی مرکز من عوض میشه، انعکاسش در بیرونم عوض میشه. جف القلم، هر لحظه قلم زندگی مینویسه مطابق اون چیزی که سزاوار هستی. چقدر سزاوار تری وقتی مرکزت عدمه. یواش یواش ما میبینیم که مرکز ما یه عدم میشه، فضا گشوده میشه. شما میگین نه که تقصیر منه بیاین منو ببرین تنبیه کنید. شما پی میبرین که با سبب سازی ذهنی و دیدن بر حسب همانیدگی ها خرابکاری میکردین. در نتیجه اون کار نمی کنید. تقصیر منه، یعنی من تصمیم گرفتم خرابکاری نکنم دیگه، و در نتیجه خودم عوض میکنم. کسی که میگه تقصیر منه، خودم رو میخوام عوض کنم، هر اتفاقی میفته برمیگرده به خودش، میگه من چی رو باید عوض کنم، پیدا میکنه. وقتی و یه عده عرض میکنم، یه دفعه میده هزار تا عیب دیگران رو، جامعه رو میگن، توجه میکنین؟ این برای اصلاح نیست، برای اینکه به خودشون تلقین کنن من میدونم. این که شما عیب دیگران رو میبینید، این دانش نیست، که دانش نیست، این هنر من ذهنیه. عیب بزرگیه. چطور شما هزار تا عیب دیگران رو میدونین، یه عیب خودتون رو نمیدونید؟ وقتی ما عیب‌های خودمون رو دیدیم و فهمیدیم و کوشیدیم که اونها رو رفع کنیم، اون موقع دانش داریم، اون موقع سن داریم، اون موقع در راه پیشرفت هستیم، عوض کردن خودمون هستیم. و یه درس دیگه هم آدم میگیره، این که من اگر روی خودم کار کنم و خودم عوض کنم، یک کلمه هم لازم نیست بگم، دیگران عوض میشن، اطراف من عوض میشن به طور معجزه آسا. شما این معجزه رو خواهید دید، برای اینکه در مرکز شما خداوند داره کار میکنه. شما اصلا هیچ قصدی ندارین دیگران عوض کنین. همسر شما میاد میگه من خودم رو چجوری عوض کنم؟ من نمیدونم. نه اینکه 50 تا چیز بهش میگه خب این عیب تو، این عیب دیگه، برو یواش یواش اینا رو برو تمرین کن، عوض کن، این همه عیب داری، مدت هاست من دارم تحمل میکنم تو رو، هزار بار پشیمون شدم که زن تو شدم، شوهر تو شدم. نه، اینا رو نمیگی، نمیدونم. روی خودت کار کن، خودت میبینی و مردم خوششون میاد، مردم از احترام خوششون میاد. توجه میکن، شما میگین میدونم عیبهات چیه، مردم بعدشون میاد برای این ناموس دارن، همه از ناموس شروع میکنن، هیچ از خوشش نمیاد. شما بگین ایرادات اینه، ولی روی خودتون کار کنید، اونا هم عیب خودشون رو میبینند و ناموسشون هم حفظ میشه. توجه کنید، اگر به ناموس مردم توهین کنیم، مردم واکنش نشون میدن. واکنش در ذات من ذهنیه. شما نمیتونید جلوی واکنش مردم رو، وقتی به اونا توهین میکنید، توهین به من ذهنیشون میکنید، جلوشو بگیرید. حتما واکنش نشون میدن و حرفهای شما بی تأثیر میشه. هیچ کس تا حالا نتونسته با نصیحت، با تنبیه، با عیب جویی، با شمردن عیب های دیگران اونا رو عوض کنه. بدتر شده. شما اوضاع رو بدتر نکنید. در خانواده دارم عرض میکنم، روی خودتون کار کنید، میبینید به طور معجزه آسا اعضای خانواده عوض دارن میشن، ولی قصد شما عوض کردن اونا نیست. قصد شما فقط لحظه به لحظه عوض کردن خودتونه، که این شمع خودتون رو روشن نگه دارید و مواظب باشین خاموش نکنن. یادمون باشه که منهای ذهنی میخوان شمع حضور شما رو خاموش کنند. اولین شرط اینه که شما نذارین به شما لطمه بزنند. منهای ذهنی میخوان شمع حضور شما رو خاموش کنند. اولین شرطش اینه که اونجا باشید، در این فضای گشوده شده
زندگی شما رو حفظ میکنه. هر چقدر تیر بندازن به شما نمیخوره. ولی به محض اینکه اومدیم بیرون از این فضای گشوده شده و شدیم من ذهنی، الان لطمه میخوره، الان تیرا میخوره، سنگا میخوره. بله بفرمایید. بفرمایید. بله سلام، بفرمایید. سلام میکنم آقای شهبازی. خواهش میکنم بفرمایید. خواستم چند بچه اون روز خدمت رو ارائه دادم نصفه شد، حالا گفتم اگه اجازه میفرمایید اول یا اون نصفش رو بخونم. بله من یادم نرفته گوشی خدمتتون. اون آقایی که جاهد و فینا میخوندن، ازشون خواهش میکنم از طریق واتساپ یا تلگرام اشعارشون رو بفرستن، ما پست کنیم در این ور اون ور و سایت ها. ممنونم. بفرمایید. بله آقای شهبازی اگه اجازه میفرمایید از اول بخونم. البته شما نه از هر جا میخواییم بخونین در خدمت تون. از اول اشکالی نداره. از اول یعنی کجا؟ بله اون روز که زنگ زدم نصف قطع شد. ها اون روز قطع شده. بفرمایید. زنگ زدم. بله بله هر جور شما میخواییم. ما در چند تاست جمعا؟ از اول بخونم. چند تاست؟ خیلی ممنون. چند تاست عرض میکنم؟ فکر کنم 5 دقیقه بیشتر نمیشه. بله بله بفرمایید. نهال سخن را تو پروردی، به طوفان عشقت آوردی. نهالی که پنهان بودش زیر خاک، ز پری شده سینش چاک چاک. ز مشرق ز مغرب پرآوازه شد، جهان از وجودش در و تازه شد. که گنجی نهان بود در زیر خاک، تو کردیش پنهان پیدا و شد تابناک. گوهر بود بالاتر از گوهرش، تو سفتی و دادی زر و زیورش. گوهر بود و سفتی ورا این چنین، چه قوقا بپا کردی نازنین. تو شهباز جان را از این مرده تن، به پرواز بر بام بلند سخن. خدایت تو را امتحان کرده است، به آوردگاه عشقت آورده است. سخن در دهانت معنی نهاد، تو هم شیر پاکی و هم شیرزاد. قرینت شدی با خداوندگار، چه جفتی که مبهوت شد روزگار. تو این آهن پاک و تفتیده را، ذکوره برون و نظمی بدین شیوه را. از این چشمه پاک و بحر صفا، ببرده است هر کس به قدر وفا. که هر کس وفایش محکمتر است، الستش به جان شیره و مادر است. کید این که این خالص و پاک کرد، به بحر سخن گوهر ناب کرد. کید این که این رسم بازی نمون، به شهر سخن ترک دازی نمون. وجود از همه بیغش و پاک بود، سر راستیت بر افلاک بود. جمالت کمالت همه بیمثال، و شعشع زنوار آن زلجلال. گوی سبقت رازش و گان وفا، خوش رو بودی خوش رو بودی با صفا. پاک بازی تو بنرد باغ عشق، کی کجا مشقت در این دفتر نوشت. تک خالی تو با قیانوس عشق، قرعه بختش خدا بر تو نوشت. تو کشتی افسونگر عشق را، که زیبا به ساحل رساندیش ای ناخدا. کارانها رهنمون کردی به بحر پاک عشق، وح که زیبا و زلالی خوش سرشت. نه چون زر در آتش بیفکندند، محک خوردی و مهر برگردند. این حقیقت است نه این که مجاز، در عجب ماندم بسی زین رمز و راز. چون خدایت داده است این آب رو، من چرا بسرد نگویم خوب رو. تو شه بی تاج و تختی گوش دار، تو قلاویزی به حکمت گوش دار. هرچی گویم از صفات از سر به سر، دیب دیگر ببایستی و تو ماری دیگر. کودک فکرم به سرحد کمال، کی رسد تا کنم وصف جمال و آن کمال. مرق جان را نغز ها آموختی، در وجودم شیره جان ریختی. یوسف جان را رسن آویختی، هرچه ناپاکی در آتش سوختی. شاه بازی تو با قیانوس عشق، همچو سیمرغی به کوه قاف عشق. تقدیم با استاد عزیزم. شما لطف دارین. بعضی جاها اسم من اومده بود، مردم فکر نکنن در مورد منه، در مورد مولانا شاید صادق باشه.
در مورد مورد شما صادقه 100 درصد ما 100 درصد شما قول معروف شکست نفسی نفسی می‌فرمایید شما اینقدر بزرگوارین که همینه که خدا من شما لایق دانسته که این همه تفسیر و این همه لطف بزرگی را حقتان کرده. خیلی ممنون. شما که توفیق داشته باشیم استفاده کنیم از فرمایشات مولانا و شما. خیلی ممنون دیگه بزرم اوقات تن نمیشم. ممنونم. خداحافظی میگونم. لطف فرمودین. خداحافظ. خداحافظ. خواهش میکنم. خداحافظ. بله بارها خواهش کردم از من تعریف نکنید. البته شاید سوء تفاهم بشه. نه من کاری نیستم. خیلی از شما بیشتر از من میدونید. خیلی حالا درسته که مدت ها در این کار بودم من و در مطالعه مولانا و تحقیق و اینها. ولی تمام این تغییرات رو شما از برکت مولانا بدونید. برای همین ما هم وقت منو سرمایه من و زندگی من رو در این راه گذاشتیم و به لطف خداوند به نظر میاد که شما موفق شدین و موفقیت شما موفقیت این برنامه است و موفقیت من و همکارانمه. تمام کوشش ما این است که شما موفق بشید. اگر شما پیغام ها رو بگیرید، اینا درس های زندگی است که به ما داده نشده. توجه کنید کوچکترین آثاری از این درس ها در مدرسه بود، یعنی در دبستان و دبیرستان البته هست ها، ولی به صورت پند و اینا که آدم درست نمیفهمه. شما باید درست درک کنید این طرز کار انسان رو، انسان چی هست و الست چی هست و زندگی چی هست و وضعیت های زندگی چی هست و این اتفاقات برای چی میافتند، اصلا برای چی وارد این جهان شدیم ما، چی هستیم، چرا میایم 30-40 سال 100 سال دیگه میمیریم، چرا هیچ کس نمیمونه. همه این چیزها رو با مولانا میفهمید، منتها در دبستان و دبیرستان و دانشگاه هرچی هم تحصیلات بالا میاد چجوری شما پول در بیارید، چجوری بیشتر پول در بیارید. این نتیجه تحصیلات ما بوده. این فایده نداره، ما ناموفق میشیم با این دانش. مولانا میگه این دانش ذهنی جهل مرکب. درسته که یه مقدار در بیرون به ما کمک میکنه و بیرون هم مهمه واقعا. نظم وضعیت ها را درست کنیم، ما نظم بدیم، کامپیوتر رو به نظم در آوردن و ترافیک و تمام این چیزا چجوری زندگی مادی منو نظم بدیم، اینا همه مهمن. ولی اصلش این است که شما چی هستید و برای چی اینجا هستید، مقصود چیه. و اینها رو ما از مولانا یاد گرفتیم. از من میپرسیم، من بلد نبودم، من دارم به زبان سلیس میگم من از مولانا یاد گرفتم. چرا؟ شما هم برین یاد بگیرین، شما هم یاد بگیرین. بدون این دانش شما نمیتونید زندگیتون رو درست کنید، اصلا محال با ذهن بتونید اون زندگی نابسامانی که آدم با من ذهنی برای خودش اول درست میکنه، بعدم میاد با یه من ذهنی دیگه در خانواده درست میکنه، از این وضعیت ناجور پر از غم و درد شما فقط با مولانا و بزرگان ایران زمین میتونید رها بشین، خارج بشین. هیچ چاره دیگه ای ندارید، مطمئن باشید اینو. برای همین ما شب روزمون رو گذاشتیم داریم این دانش رو پخش میکنیم و شما میگیرید. این خیلی مهمه که شما نگفتین این چیه و فلان و اینا، و شما متواضع بودین، رو آوردین به بزرگی مثل مولانا. ما دیگه میتونستیم اینو بیان کنیم دیگه، این امکان نداره که در یه برنامه‌ای یا من میتونستم. من میخواستم یه مقدار از خب بزرگان دیگه هم میدونستم، میخواستم اونا رو هم بگم. مثلا دوست دارم از فردوسی صحبت کنم ولی قاطی نمی کنم، میدونم اگر قاطی کنم مردم این پیچیده میشه و جیج میشند و اصلا نمیفهمم، از این میپری به اونجا، از اونجا به اینجا، نمیدونم فردوسی اینو میگه، حافظ اونو میگه، سعدی اینو میگه، عطار اونو میگه، مردم نمیدونن چیکار کنن و هر کدوم اینا سبک خودشونو دارند. در نتیجه ما در این فضا موندیم و خوشبختانه کار درستی کردیم، چون حداقل یه خورده از این، یه قاشق از این اقیانوس مولانا به شما دادیم. درسته، یه قاشق رو دادیم دیگه، ولی بقیهش رو شما میتونید خودتون برید پیدا کنید.
و داریم میرید. باید شکر کنیم. خب این در دبستان و دبیرستان و اینا شما میبینید این چیزهایی که ذهنی منم یاد گرفتم در دانشگاه اینا اگه بگم یه عده ممکنه سوء استفاده کنن، ولی اگه بخوای بر اساس این زندگی کنی، این مولانا میگه این جهل مرکبه. اونایی که پی اچ دی دارند به دانش ذهنیشو مینازند، همه چیو میخوان با اون حل کنن، گیر میافتند، گرفتار میشن، نمیتونن حل کنند و همون دانستنشون جهلشونه. باید اون دانش ذهنی هی میبینی عوض میشه، دانش ذهنی عوض میشه. شما دانش ذهنی 50 سال پیش رو بیارین الان اصلا کار نمیکنه. پس دانش ذهنی یه جسمه، یه مثل باورها، مثل روش انجام دادن کارها. چه ما 50 سال پیش تلفن رو برمیداشتیم با یکی با تصویرش صحبت میکردیم؟ نه، با تلفن صحبت میکردیم. بله، میگیم صحبت نکنیم، دوباره مشغول صحبت کردن میشم، وقت شما رو میگیرم، حق شما رو میخورم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام. سلام علیکم، بفرمایید. مهناز هستم از کوجش لرستان. مهناز خانم بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم، یه چند تا نکته از بخش اول برنامه 1000 حس. بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم. نکته اول بیت رو بخونم. چشم پر نور که مست نظر جانان است، ماه از او چشم گرفت است و فلک لرزان است. چشم پر نور فرمودین انسانی مثل مولانا هستش که مرکزش کاملا عدم شده و هیچ همانیدی در مرکزش نیست. نکته اول، هر انسانی متوجه شود که تنها منبعش، منبع کمکش یک بزرگی که چشم پر نور یا همون عدم شده مثل مولانا و برنامه گنج حضور. چرا؟ چون ما من ذهنی داریم، نمیتونیم با این ذهن فضا رو باز کنیم. اولش فضا رو باز کنیم و اولش از خود خدا کمک بگیریم، چون ما تعداد زیادی هماندگی تو مرکزمون داریم که توجه ما رو لحظه به لحظه جلب میکنن و زیر سلطه فکرهای پی در پی هستیم. اگه بخوایم هم نمیتونیم، چون اگه بخوایم با من ذهنی میخوایم که نمیشه. طبق بیتی که گفت مولانای جان فرمودن، کی تراشد تیر دسته خیش را، رو به جراحی سپار این ریش را. دو تا منبع کمک داریم، یکی این که فضا رو باز کنیم، از خود زندگی خداوند کمک بگیریم، چون نمیتونیم، باید از یک بزرگی که چشمش پر نوره کمک بگیریم. نکته بعدی، پندار کمال، یعنی من کاملم، ناموس حیثیت بدلی منه و درد دارم. فهمیدیم مولانا یونیورسال هستش، جهانیه، یعنی برای قوم و دین و مذهب و نژاده و در برگیرنده است. نکته بعدی، هر وقت ذهنم بالا اومد و خواست تعبیر خودش رو از این غزل بکنه، به اون میگم خواهش میکنم تو دخالت نکن و فقط تکرار و تکرار و تکرار و تکرار تا زمانی که باز بشه انشالله. ما به وسیله شکل فکری چیزهایی که برای ما مهم هستن همانیده میشیم. یک قاعده ای که باید یاد بگیرید این است که هر چیزی را که به مرکز بیاورید درد خواهد داشت. مقصود اینه که ما لحظه به لحظه به من ذهنی بریم، نه در من ذهنی. در نکته بعدی، در رابطه با یک آدم وقتی با او هم هویت میشیم، اونو کنترلش میکنیم، اونم شروع میکنه به ما میشسته و این یه رابطه دردناکی میشه. نکته بعدی، وقتی همانیدگی ها به مرکز ما میآیند، ما میتوانیم این درک عمیق را داشته باشیم که این چیزهایی که ذهنم نشان میدهد مهم نیستند. در نتیجه دوباره مرکزمان عدم میشود و این معادل تسلیم است. نکته بعدی، اداره شدن ما در واقع چشم گرفتن ما از شخصی که چشمش پر نور است به وسیله نیروی آن شخص است، نه خود شخص. این نیرو از جنس اون نیرویه که تمام کائنات رو اداره می کنه.
صاحب خردی میشید که تمام کائنات را اداره می کند. نکته بعدی، اگر دیدن بر حسب همانیدگی ها را رها نکنیم و تماما حواسمان را ندهیم که ببینیم مولانا چه میگوید، ما از جنس شیطان هستیم. هر چیزی که ذهن نشان میدهد آفل است. دو تا خاصیت عمده من ذهنی، یکی مقاومته به این که مهم میدونه اون چیزی که ذهن نشون میده، از کنار اتفاق رد نمیشیم. با مقاومت من ذهنی جان میگیرد. دو، قضاوت. نکته بعدی، اگر من ذهنی را ادامه دهیم زندگی رو تبدیل به مانع، مسئله و دشمن میکنیم. نکته بعدی، سوال کردن در زمینه معنوی ممنوع. سوال ذهنی مانع سازی است. همیشه این لحظه بوده و هست. مقصود مردن به من ذهنی، فضاگشایی و زنده شدن. مقصود فضاگشایی و زنده شدن به خداوند است. در حالی که در تن هستیم باید به بی‌نهایت، یعنی بی‌نهایت عمق و ابدیت او، یعنی آگاهی از این لحظه ابدی زنده شویم. بارها گفت فرمودین تکرار کنیم، اصل این فضای گشوده شده است، اصل این فضای گشوده شده است، اصل این فضای گشوده شده است. هر چه فضا گشوده تر می شود انعکاسش در بیرون بهتر می شود و متوجه می شود حتی انسان ها می توانند از شما نور بگیرند. انسان در واقع دلش پاک است، برای اینکه از جنس خداست. اون مرکزش پاکه. این آلودگی ها یه چیز سطحیه که فوراً می ریزن. فرمودید بسیار محتاطانه به من ذهنیتان نگاه کنید و این رو اصلا دست کم نگیرید، چون ما زیر سلطه اون هستیم، دید اون رو داریم. خیلی ممنونم. عالی عالی، خیلی ممنون. خیلی زیبا، خیلی خوب. باهاتون خداحافظی کنم. اینا رو هم میتونیم بفرستیم به ما، لطفا پست کنیم. ممنونم، خداحافظ شما. خدا نگهدار. بله. شما اگر میخواین یه ارزیابی از میزان فضاگشایی تون داشته باشید، ببینید مسائلی که شما رو به اصطلاح به واکنش وامی داره به چه بزرگیه. به بزرگی مسئله تون میتونید میزان فضاگشاییتون رو بسنجید. اگر چیزهای خرد مرد شما رو عصبانی میکنند، فضاگشاییتون بسیار ضعیفه. یه موقعی هست میبینید که شما رو عرض نمیکنم، یه چیز نصف اموالش از دست میده ولی اینقدر فضا رو باز میکنه که اوقاتش تلخ نمیشه. خب این فضاگشاییش خیلی بیشتره. توجه میکنین؟ یکی هم ممکنه باشه که بدونه که بله، پس از چه میدونم یه مدتی اصلا فوت خواهد کرد، بازم این خیالش نیست، پس فضا گشوده شده، حتی مرگ جسمی خودش هم او رو اونطوری خشمگین و به هم نمیریزه. به اصطلاح شما ببینید مسائلتون به چه بزرگیه، قشنگ بنویسیم یه مسئله من اینه، یه نگاهی بکنیم آینه مسئله است، من دارم چیزی به این کوچیکی، من خودم اسیر این چیزی کوچیکی کردم که هر لحظه به وسیله این به هم میریزم. بزرگی من، شأن من به عنوان امتداد خدا و فضاگشا اینه که سر $100 چه چیز نداده، نمیدونم به من دارم هی به فکر میفتم آقا ناموسم برخورده و میخوام برم دعوا کنم و واقعا اینم من. ارزیابی میتونیم بکنید میزان فضاگشایی. توجه کنید انسانیت ما هم، بزرگی ما هم بستگی به میزان فضاگشایی ما داره. هر چقدر فضا گشوده تر انعکاسش در بیرون زیباتر، سازنده تر، طرب بیشتر. ما باید به اون طرب خود زندگی، خداوند از جنس شادیه، باید به اون طرب دست پیدا کنیم. با خوشیهای زندگی به اصطلاح زندگی معمولی، مثل پولم داره زیاد میشه، حالم بهتر داره میشه،
میخوام یه ماه دیگه بریم مسافرت، اینقدر خوشحالم، اینا نمیتونن به شما شادی پر دوام بدند، اینا خوشی های سطحی هستند. بله، در ذهن یه چیزی هم میتونیم ببینیم در خودتون، چقدر گیر میدیم با مقاومت به چیزها، به اتفاقات. ما مرتب میگیم که اتفاقات رو که ذهنشون میده بازیه و خداوند به وجود میاره برای بیداری شما. شما ببینید چقدر شما مقاومت میکنید در مقابل اینها. این هم امتحان شماست. مقاومت در مقابل اتفاقات که بازیند تست شماست، امتحان شماست. در واقع خداوند امتحان به وجود، اتفاق به وجود میاره. وقتی اتفاق جدی میشه یعنی خداوند برای شما جدی نیست. این که میگیم باطن او جد جد، انسان در مورد انسان، باطن او یعنی فضای گشوده شده، جد جد ظاهر او یعنی اون چیزی که نشون میده بازیه. میزان انسان بودن ما با این عبارت سنجیده میشه. انسانی که هر لحظه به هر چیزی واکنش نشون میده، یا این که اون انسانی که خداوند با الست که فرستاده ما را به بی‌نهایت و ابدیت او زنده بشیم، که جور در نمیاد، که انسانی که حیوان هم نیست، حیوان که به همه چی واکنش نشون میده، شیر داره میره اونجا هم روباه هست، این ورم اصلا این گرسنه هست، اونجا هم گوزن هست، فیلن با اینا کدی کاری نداره، سرش رو انداخت و پای میره، زندگیشو میکنه. ما به همه چی باید گیر بدیم. این که به عنوان انسان تعریف نشده که انسان اونه که شما فضاگوشا باشین، هم خودتون آسوده باشین، طرف و آرامش زندگی داشته باشید، و هم بذارین دیگران زندگی کنند، به دیگران هم گیر ندین، مقاومت نکنید که مردم از شر ما نتونن زندگی کنند. بله، هم موقع بعد اون شعر سعدی رو بخونیم، امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. این اینطوریه، بعد به ما اینطوری بگن، ما یعنی زندگی ما رو فرستاده به عنوان امتداد خودش که مردم به ما بگن مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. این درسته به نظر شما؟ نه، درست نیست. گنج حضور.